سلام، وقت همه بخیر. محسن عزیز، امید جور صحت من باشین. مضمون اصول محاکمات مدنی هست، جلد دوم، محلفش هم هست بوها نصرت الله استانکزی. قسمی که شما هم میدانین، ما در دو هفته گذشته اصول محاکمات مدنی و گونه حضوری تدریس کردیم و در هفته گذشته ما راجع به نیابت در دعوا بحث داشتیم و مواردی که مورد نیابت در دعوا بود مورد مطالعه قرار دادیم و همچنان در زمینه از وکالت در دعوا و انواع از را مطالعه کردیم. اگر یک مرور داشته باشیم به درس گذشته و همو عناوینی که ما مطالعه کردیم بیان کنیم. یکی شغل وکالت دفاع بود و ما در مورد سیر تاریخی از او بحث کردیم که از کجا آغاز شده و به کجا ختم شده و امروز تاریخچه وکالت دفاع چگونه است و یا شغل وکالت دفاع در افغانستان به کدام شکل پیش میره و همچنان ما در مورد ازی بحث کردیم که مطابق به قانون وکالای مدافعی در افغانستان وکالای مدافعی دارای بعضی از حقوق و وجایب میباشند که در ماده 10 و همچنان ماده 13 قانون وکالای مدافعی این موارد بحث شده بود و نگفته نباید گذاشت که ما در هفته گذشته بیشتر روی زمینه وکالت دفاع صحبت کردیم، همچنان در بخش انتهای وکالت دفاع که وکالت دفاع در کدام زمان به پایان میرسه و همچنان سایر مواردی که مربوط به نیابت در دوام میتونه باشه که از جمله ولایت بود که این موضوع هم بیاد کردیم و همچنان قیمومیت. امیدوار هستم شما اگر مشکلی داشته باشین، انشاءالله که ندارین، سوال اگر داشتین میتونین از ما در گروپ ها و یا در مسج بپرسین. میپردازیم به درس جدید ما شما که درس جدید راجع به وسایل اثبات یعنی اسباب حکم در دعوای حقوقی هست. از اونجایی که دعوا در پهلوی ایچی که دارای بعضی از شرایط، ارکان و یا ویژگی های می باشن، برای اثبات از او بعضی از وسایل نیست نیاز است که مدعی و مدعی علیه می تونن در پیشگاه محکمه از این وسایل به خاطر پیش برد دعوایشان استفاده کنن. قبل از اینکه ما در مورد وسایل اثبات در دعوای مدنی و یا تجارتی صحبت کنیم، نیاز به این است که ما خود وسایل و یا اسباب حکم به شکل مختصر بفهمیم و بدانیم. این را میدانیم که از ادوار گذشته تا فلحال انسان ها با هم روابط دارن و بدون روابط زندگی انسان ها ناممکن است. بنابراین در این روابط میتونه ایجاد نزاع شود بین افراد و یک ارگانی باید وجود داشته باشه که این نزاع و این جدال ها را بین خصمان چی کنه، حل فصل کنه. بنان ما او را به نام مسلمان شما هم میدونیم به نام قضا یاد میشه و قضا به شکل عمومی، به شکل مجرد و خالی از شکلیات نیست و دارای بعضی از شکلیات است که ما مطابق به زود در قضا میتونیم احقاق حق کنیم. بنان بهترین وسیله احقاق حق در قضا دعواست که باید تحریک شود و اما دلایل اثبات هم در دعوای جزایی و هم در دعوای مدنی در طول تاریخ متفاوت بوده. فردی که میخواسته دعوای داشته در محاکم بنابراین متفاوت تر بوده از امروزه و ما اگر بیایم یک راجع به سیر تاریخی از او بحث داشته باشیم که در زمانهای گذشته به کدام منوال وسایل اثبات مورد یعنی در دسترس افراد بود بحث کنیم. دوره باستان هست و یکی دوره های ما به مختلف تقسیم بندی کردیم که دوره باستان است، دوره مذهبی، دوره دلایل قانونی، اعتبار دلایل دل حقوق اسلام، دوره دلایل معنوی یا ایمان به قضا که در این دوره ها متفاوت اسباب دعوا وجود داشته. در دوره باستان قسمی که شما هم در کتاب های گذشته مطالعه داشتین، دلیل و یا تعیین ارزشش کاملا در دست رؤسا و یا امو ریش سفیدان، کسانی که در بزرگان طایف بودن، در اختیار از اونا بود و حد و مرزی وجود نداشت در تعیین اثبات و یا دلایل و یا وسایل اثبات دعوا. در دوره مذهبی هم در این دوره ارزش و اعتبار به دلایل وابسته به نظر رؤسای مذهبی بود، یعنی اونا بیشتر همون عقیده و نظر از اونا مد نظر گرفته میشد که احکام به نام خداوند صادر میکردن و مجرم از طرف رؤسای مذهبی تعیین میشد و مجازات تعیین میشد بر از اونا.
ما همچنان در مقابل دوره دلایل قانونی بود که در اینجا بیشتر اقرار و اعتراف مورد نظر بود در وسایل اثبات و یا دلایل اثبات دعوا که یا بنام ملکی دلایل هم میگفتن. خلاصه این موضوعات نهایت زیاد بود در گذشته و شما هم در کتاب های متعدد در مورد ازی مطالعه دارین و میفهمین اعتبار دلایل در حقوق اسلام میتونه یک کمی درجه بالاتر نسبت به دعوه های گذشته داشته باشه، چرا که در اینجا عدم شکنجه، آزار و یا مجازات خودسرانه به خاطر گرفتن اقرار و یا اعتراف کاملا ممنوع بود و یکی از خوبی های در این دوره اسلام میتونه باشه و یا بگویم یکی از شهکارهای قانونگذاری در این زمان میتونست باشه که هیچ کس نمیتونست به خاطر دریافت اقرار و یا اعتراف از فردی شکنجه و یا مرتکب شکنجه و آزار شده در زمان اقرار و یا اعترافش. دوره دلایل معنوی یا ایمان به قاضی، در این دوره قاضی صلاحیت می‌یابد تا در روشنایی قانون دلایل جمع‌آوری کنه و با در نظرش داشت جمع دلایل جمع شده حکمش صادر کنه. پس اینجا یک کمی حقوقدانان و یا قانونگذار بیشتر فوکس سری است که چطور یک قاضی بتانه دلایل جمع‌آوری کنه از لحاظ حقوقی و قانونی و دلایل و یا وسایل اثبات در دعوای مدنی باشه و قناعت محکمه را هم بتانه توسط از او فراهم بسازه. نگفته نباید گذاشت که مطابق به ماده 272 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان امروزه ما وسایل اثبات و یا اسباب حکم میتونیم مشمول 4 موضوع داشته باشیم. یکی اقرار است، بیانه است، یمین و همچنان نکول است. در بخش اقرار و هر کدام از این ما به شکل جداگانه خواهیم خواند. در بخش بیانه باید بگیم که ما یکی اسناد داریم، یکی شهود داریم و همچنان قرائن قاطع و مستنبطه هست که ما مطمئنن باز هم میخوایم از یک کمی به سرعت بگذاریم چون درس های یک کمی مشابه به درس های گذشته شما هست. موضوع اقرار هست، هر کدام از این به گونه مختصر بیان میکنیم. اقرار در لغت چی هست؟ مجد الاحکام این موضوع را بیان کرده در ماده 1572 گفته اقرار عبارت است اخبار انسان است از حقی که شخص دیگری بالای او دارد. اخبار کننده را به نام مقر یاد میکنند، اون که برایش اقرار شده مقر له و آنچه را که با اخبار صورت گرفته است مقر بهی گفته میشه. و همچنان نگفته نباید گذاشت که خود اقرار مفهوم ثبات را میتونه افاده کنه و همچنان اعتراف به حق و سخن را روشن کردن و یا واضح ساختن، روشن آشکار ساختن هم چنان در بعضی از کتاب ها گفته شده است. انواع اقرار ما میتونیم ببینیم در سلایت، هم اقرار عام و اقرار خاص هست. اقرار عام به کدام اقرار گفته میشه؟ او اقراری است که هرگاه فردی راجب به تمام دارایی خودش اقرار میکنه. به فضل مثال فردی میایه میگه که تمام اموال ما به من منصوب، مثلا تمام اموالی که به من منصوب است ملکیت فلان شخص میتونه باشه. پس این نشان دهنده است که اقرارش به گونه عام هست، یک موضوع عام در بر گرفته، یا تمام چیزی که در تصرف ما است یا زیاد باشه یا کم به اسم یک فرد دیگه اینا را خطاب کنه، پس این میتونه اقرار عام باشه. اقرار خاص برعکس اقرار عام هست، او اقراری است که مقر یعنی اقرار کننده راجع به یک چیز خاص یا معین اعتراف میکنه. مثلا میگه که این خانه ما ملکیت احمد است، پس یک چیز خاص را در مورد ازی بحث کرده. و همچنان اقرار به اعتبار محل به دو دسته تقسیم میشه در کل، یکی اقرار قضایی است و اقرار غیر قضایی که شما میتونین در کتابتان هم در مورد ازی بحث کرده، صفحه 90 و 91 در مورد اقرار بحث شده. اقرار قضایی خودش به سه کتگوری دیگه تقسیم بندی شده، یکی اقرار بسیط هست، اقرار مرکب و اقرار موصوف. اقرار بسیط به کدام اقرار میتونم بگویم؟ عبارت از یک نوع اعتراف مقربهی تمامی آنچه مدعی ادعا نموده است و باید بدون تعلیل و اضافت باشد. در غیر آن اقرار را بسیط گفته نمیتوانیم. پس
اگر ما بخوایم تعریف از اقرار داشته باشیم، گفته عبارت از ما اقراری است که مقر بهی تمامی آنچه که مدعی ادعا میکنه و باید بدون تحلیل و یا اضافت باشه. در غیر از او اگر این قسم صورت نگیره پس این اقرار اقرار بسیط گفته نمیشه و همچنان اقرار مرکب هست. قسمی که از نام اقرار مرکب هم بیان هست، مقر بهی تمامی مدعی بهی بوده ولیکن مقر اقرار مضاف و امر دیگه نمایه که ثبوت و در نتیجه اقرار محسد باشه. مثلا اگر بگونه مثال اگر بیان کنیم، اگر مدعی مطالبه دین کنه و مدعی علیه به دین اقرار کنه اما اضافه نمایه که دین او را ادا کرده است، این اقرار اقرار مرکب گفته میشه که واضح بیان شده. اقرار موصوف، اقرار موصوف و اقرار مدعی علیه است برای چیزی که مدعی ادعا میکنه مگر به اضافت وصف اقرار و یا تحلیل نمایه. مثلا هرگاه مدعی دین معجل را ادعا نمایه و مدعی علیه با وجود اقرار به دین بگوید که ای معجل نی بلکه معجل بوده میتونه باشه، پس این نشان دهنده است که اقرار به گونه موصوف است. ای اقرار موصوف گفته میشه. اقرار قضایی کدام اقرار است؟ عبارت از اقراری است که خارج از مجلس قضا صورت بگیره. ما قبلا هم بیان کردیم که اقرار یکی ما اقرار قضایی داریم که باید در محضر قضا صورت بگیره و این میتونه اعترافی باشه که نظر به از لحاظ قانونی اعتراف یا اقرار قانونی هست و اعتراف خصم نسبت به حق غیر در پیشگاه محکمه میتونه باشه. همچنان در ماده متفاوت ما تعریف اقرار قضایی و اقرار غیر قضایی میتونیم ببینیم که حتی در ماده 1001 قانون مدنی بیان شده که در راجع به این بحث صورت گرفته. همچنان اشاره زیادتر در مواد مختلف قانون مدنی و همچنان اصول محاکمات مدنی در مورد این اقرارها بیان شده. اقرار غیر قضایی قسمی که قبلا هم گفتم عبارت از اما اقراری است که خارج از مجلس قضا صورت بگیره یا یکی در مجلس قضا بوده اما بر واقع دیگر صورت گرفته باشه، یعنی اصل قضیه که در حال جریان است او موضوع قرار نگرفت صورت نگرفته باشه. اگر در محضر قضا هم باشه یک موضوع جداگانه باشه. اما در پهلوی ازی بعضی از موارد دیگه هم میتونه شامل این موضوع باشه که او عبارت از شروط اقرار هست. شروط اقرار میتونه متفاوت تر باشه، یعنی ما شروط اقرار را به سه کاتگوری تقسیم بندی میکنیم، یکی شروط مقر هست، شروط مقر له و همچنان شروط مقر بهی. قسمی که میفهمین شروط مقر، اقرار کننده سه چهار بخش تقسیم شده. اقرار کننده باید عاقل بالغ باشه. طبعا هرگاه فردی که میخواد اعتراف کنه یا اقرار کنه اگر این خصیصه را نداشته باشه بنابراین اقرار از او قابل قبول نیست. مقر باید به رضا و رغبت خودش اقرار کنه، در غیر از او باز هم اقرار قابل قبول نمیتونه باشه. جنون و یا صغارت بدون اطلاع، این هم یکی از خصایص شروط مقر هست. مقر باید معلوم باشد، اگر نامعلوم باشه بنان این اعتراف کاملا قابل قبول نیست و نمیتونیم اقرار یک فرد اقرارش مد نظر بینیم که او اصلا وجود نداره. ظاهر حال باشه، منظور از ظاهر حال بودن این است که شر یا مثلا اقرار طفلی که جسم از او مبین بلوغ او نباشه، یعنی مثلا دیده نشه که اون طفل بالغ شده، حکم به بلوغ از او صحیح نیست. همچنان اگر شخص به شخص دیگه ابراز میکنه و یا بعد از اقرار نمایه که مال ابراز شده هنوز برزمه یوسی اقرار، مدار اعتبار گفته نمیشه زیرا شر او را تکسیب می نماید و یا ای که او را دروغ میپنداره. بنابراین میتونیم بگویم که ظاهر حال از مد نظر گرفته میشه. مثلا میتونیم بگویم که برادر اقرار نماید که خواهرم در حد ترکی پدرم 5/3 حق دارد، صحیح نیست زیرا ای که شرح میکنه که حق دختر نصف حق یک پسر میتونه باشه. خب و همچنان شروط مقلهو، شروط مقله ها یکی معلوم باشه به عدم شرط عقل و بلوغیت، منظور از
شرط عدم شرط عقل و بلوغیتی است که عقل و بلوغ مقلهو برای صحت اقرار شرط نیست. یعنی اگر مقلهو عقل و یا بلوغیت هم نداشته باشه، این کدام موضوع وجود نداره و این میتونه یکی از موارد باشه که ثابت میشه اقرار. موضوع بعدی عدم شروط مقربیهی هست. در وقت اقرار معلوم باشه، طبعا اگر مقربیهی معلوم نباشه پس اقرار قابل قبول نیست، در پیشگاه محکمه جوازی ندارد. اگر مقر اقرار خود را به سببی نسبت دهد، به چی معنا؟ اگر مقر اقرار خود را به یک سببی نسبت به یک تصرف از او در صورت وجود جهالت صحت نداشته باشه، این میتونه یکی از شروط مقربیهی باشه. همچنان ما در پهلوی ازی شروط ما شرایط صحت اقرار هم داریم که شرایط صحت اقرار هم میتونن یکی اقرار به قبول مقلهو به واسطه وابسته نیست، این اقرار به قبول مقلهو وابسته نمی باشه و همچنان اختلاف مقلهو به مقر به مقلهو در سبب اقرار مانعی از صحت نیست. این هم یکی از اجزای شرایط صحت اقرار میتونه باشه. اقرار خواه صراحت باشه یا دلالتاً صحت داره، تعلیق اقرار به شرط متحمل وجود صحت نداره، مقربیهی اقرار و همچنان میتونه این موضوعات باشه. انشاءالله ما بر هفته بعدی این موضوعات دوباره یک کمی شرایط صحت اقرار بیان خواهد کردیم در سلاید مشخص. امید از این جلسه چیز را آموخته باشین. اگر سوال داشته باشین میتونین در مسیج از ما بپرسین. تشکر.